اومدم هایپر، گفتم یه خورده اینا رو هم به شما نشون بدم اگه دوست دارین. چند تا میوه بردارم. جالب ترین چیز که قبلا هم گفتم، بادم جون دونه 95 پنی، یعنی حدودا دونه 70,000 تومن. نمیدونم چرا واقعا بادم جون گرونه، یعنی ارزش نداره، ولی خب بقیه چیزاش خوبه. یه سری بر آدم های تنبل میوه های اینجوری آماده گذاشتن که خربوزه آماده و اینا، چون وقت ندارن درست کنن. اینا هم که توت فرنگی های گلخونه ایشونه، چقدر هم بزرگی هم. من دو توت فرنگی 2.50 حدودا هر یه بستش 150,000 تومن. بلوبری های انگلیسی 3 پوند. انگوراشو ببینین چقدر بزرگه، هم قابل مقایسه با انگورای ایران نیست، هر کدومش هم زیر آلوچه است. این نمیدونم چه میوه ایه، لارج منگو. آها منگوی بزرگ، ولی چرا این رنگیه؟ حالا ریسک نمیشه کرد، ممکنه بدمزه باشه. کیویشون مثلا 1 پونده، هر یه بستش که 6-7 توشه مثلا 70,000 تومن. آناناس خیلی ارزونه، مثلا یه دونش 70,000 تومن، در صورتی که تو ایران دور و بر فکر کنم 300 باشه. نو هندوناش، اینم نمیدونم شکل و شمایلش عجیبه. برزیل پاپایا، هرچه برزیلیه نمیدونم چیه. گلابی هاشون رو ببینین چه شکلیه، اصلا شکل قشنگی نداره. اینا گلابی های کچیز خوج خودمونه. اینا مثلا دونه 45 پنی، حدودا دونه مثلا 30,000 تومن. البته کیلویی هم میشه برداشت، های ترازوهای گذاشتن که میتونی اینجا دونه چند تا رو برداری بری بکشی. حالا یه سری فروشگاه ها که کلن مدلی داره، مثلا اینجا دونه ای نیفروشن. خب این برمونه که خورده رسیده تره، هر یه دونهش 78 پنی، یعنی دور بر 50,000 تومن. از اونجایی که من عاشق بلالم، دونه 60 پنی، یعنی دونه 30,000 تومن. ولی اینجوری آمادش هم هست، بذار ببینیم این چنده. آماده هاش مثلا اینجوری پوزگنده شده، یک و 39، یعنی تقریبا دو تا توشه دیگه، میشه 80,000 تومن. ولی حالا که این با خشکه نمیدونم. میرسیم به قسمت خوشمزه ماجرا. همشون بستنیه، همشون بیش. اگه گفتین این چیه، بستنی سالار ما رو از این کپی زدن، سوله رو 3 تا هم داخلشه، 1.60 حدودا 3 تا با هم دیگه دوربر 90 تومن. کاهو پیش مثلا 89 پنی میشه 60,000 تومن. میدونی یه چیزی که اینجا جالبه، قیمت ها تقریبا مثل ایرانه، حالا یکم شاید بعضی ها گرونتر، یکم بعضی ها ارزونتر، ولی درآمد اینجا خیلی از ایران بالاتره. یعنی بعضی ها میگن وسایل گرونه، خورد و خوراک گرونه، ارزونه. میگم
آقا خورد و خوراک اندازه قیمت ایرانه، ولی چون درآمد اینا بالاه، حدودا مثلا یه کارگر در ما 3000 تا میگیره، 3000 تا میشه 210 میلیون تومان ایران. فکر کنین کسی که 210 میلیون درآمد داره در ماه، یه کارگر یک حداقل درآمد اینقدر، خب این دیگه براش اصلا عددی نیست، این قیمت براش خیلی چرته. یعنی بیاد مثلا یه گوشت و مرغ و اینا رو بخواد اصلا قیمتش رو حتی نگاه کنه، چون در مقابل اون درآمد مایحتاجش حدودن از 3000 تا 300 تا فقط مایحتاج زندگیشه، اونم اگه بخواد بترکونه. به خاطر همین با این اوصاف میشه گفت که خورد و خوراک اینجا خیلی ارزونه، پوشاک هم خیلی ارزونه، تنها چیزی که گرونه اجاره خونه است. اجاره خونه ها حدوداً از 800-900 تا شروع میشه، یعنی به پول ایران از 60-70 میلیون تومان شروع میشه. یه خوابه ها دور و بر 60-70 میلیون، دو خوابه ها مثلا حدوداً 90-100 میلیون. این تنها خرج گرون اینجاست که اکثر کسایی که اینجا هستن سعی میکنن مثلا چیز کنن، سریع خونهی بگیرن به جای اینکه اجاره پرداخت کنن، قسط وام اون خونه رو بدن که بعد چند سال اون خونه مال خودشون بشه. یعنی ما که اینجوری داریم میبینیم همه تلاششون رو اینه که از اجاره در برن. مثلا این ساندویچ آماده های اولویش چقدر هم بدریخته، 50 پنی میشه 30000 تومان. بریم سمت چیزهایی که من نیاز دارم. بالاهاشون نوشته مثلا اینجا تمام محصولات پنیر و باتر کره و این چیزاست. ماست اینجا نیست، شاید ماست این برش یوگرت، آره ماست این قسمته. یه ماستیه محصول خودشونه. آها اینا پیدا کرد، خیلی خوب و خوشمزه است. یه چیز خیلی جالب که کسایی که اینجا زندگی میکنن این کارت ها بهشون تعلق میگیره، نکتار کارت. بعد برای خریدن وسایل یه سری محصولات اگه این کارتو داشته باشی به تخفیف تعلق میگیره. مثلا این محصول بوده 16 پوند، ولی با این کارت میتونی 12 پوند بخریش. همه این محصولات تقریبا یه قیمت مجزایی برای نکتار کارت ها دارن. بعضیاش خیلی تفاوت قیمتش زیاده، مثلا این 24 پوند این مشروب با نکتار کارت میتونی بگیری 20 پوند. یه چیزی که خیلی جالبه مرغاشونو مثلا 4 تا تیکه 5 تا تیکه و اینکه حتی قسمت رونم رونهای کوچیکی مثلا 1.50 پوند. و بعد یه چیز دیگه بهتون نشون میدم توی قسمت دیگه خیلی جالبه، و اینکه چیپس تازه سایز کوچیک 2 پونده، پفک‌هاش و چیپس‌هاش 2 پونده. خیلی جالب اینه که مرغ و گوشت هم قیمت چیپسن. نحوه حساب کردن محصولات اینجوریه که هر کسی برای خودشو از طریق این دستگاه پرداخت میکنه. اما اگه مشروب داشته باشی فقط باید این قسمت که ببینم داده 18 سالی و برات حسابش کنن، یعنی دیگه نمیتونی از اون دستگاه استفاده کنی.